چندین نسل بعد از نو همه مردم به یک زبان سخن می گفتند. چون به جمعیت دنیا روز به روز افزوده می شد، مردم در دشت در شرق میانه ساکن شدند. آنها به یک دیگر گفتند بیایید شهر بزرگ آباد کنیم، برج بلند در آن بسازیم و برای خود نام پیدا کنیم تا ما را از پراگندگی باز دارند. همچنان بنای آن برج برای پرستش آفتاب، مهتاب و ستارگان بود. این تصمیم نشان داد که آنها از فرمان خدا سرکشی کردند وقتی او فرمود سراسر روی زمین را پر سازد. آنها خواستند به جای خدا خلقت او را بپرستند. خدا فرمود مردم با هم متحد شدند و با یک زبان سخن می گویند و قادر به هر عمل شریرانه خواهند بود. پس زبان آنها را تغییر بدهیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خدا با دادن زبانهای مختلف آنها را از ساختن آن شهر باز داشت. به این سبب آن شهر را بابل یعنی اختلاف نامیدند، زیرا خدا آنها را زبانهای مختلف داد تا در روی زمین پراگنده شوند. صدها سال بعد از طوفان خدا به مردی به نام ابرام ظاهر شد. او در شرق میانه در شهر به نام اور میزیست. خدا با او فرمود وطن و خویشاوندانت را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد سفر کن. در آنجا تو را پدر قوم بزرگ می سازم. من به تو برکت می دهم و نامت را بزرگ می سازم. هر که تو را برکت دهد به او برکت خواهم داد و هر که تو را نفرین کند نفرین خواهم کرد. به وسیله تو تمام اقوام روی زمین برکت خواهند دید. پس ابرام به هدایت خدا برا افتاد و وارد سرزمین کنعان شد. خدا بار دیگر به ابرام ظاهر شد و فرمود من این سرزمین را بر اولادت می بخشم. به سوی آسمان و ستارگان نگاه کن. نسل تو را مانند ستارگان آسمان بیشمار می سازم. وقتی خدا این وعده را به ابرام داد، ابرام و زنش سارای هیچ فرزندی نداشتند. اما ابرام به خدا ایمان داشت و به خاطر ایمانش مقبول خدا واقع شد. آنگاه ابرام به خدا گفت ای خداوند یهوه، به چه نشانه مطمئن شوم که تو این سرزمین را به میراث به من میدهی؟ خدا جواب داد نسل تو در یک کشور بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت 400 سال با آنها بدرفتاری خواهد شد. قوم آنها را برده خود می سازند، ولی من آن قوم را مجازات خواهم کرد. سپس اولاده تو با ثروت زیاد از آن کشور بیرون شده و نسل چهارم تو به این سرزمین باز خواهند گشت. سارای همسر ابرام سال خورده شد و هنوز هم بی اولاد بود. پس سارای به ابرام گفت از تو خواهش میکنم که با هاجر کنیز مصری هم بستر شوی تا او فرزندانی به دنیا آورد و من آنها را به فرزندی بگیرم. ابرام از سارای اطاعت کرد، با وجودی که ابرام به خدا محبت زیادی داشت، اما در دل خود شک کرد که خدا از سارای به او فرزندی عطا کند. پس هاجر برای ابرام پسری به دنیا آورد و او را اسماعیل نامید. 13 سال بعد وقتی که ابرام 99 ساله بود، خدا بار دیگر به او ظاهر شد و فرمود من خدای قادر مطلق هستم، پیش روی من بخر، من به تو نام نوی می دهم. پس از این نام تو ابراهیم یعنی پدر ملت ها خواهد بود و سارای نیز ساره یعنی شاداخت خوانده شود. من ساره را برکت خواهم داد، از او به تو فرزندی خواهم داد و ساره مادر ملت ها خواهد بود. ابراهیم پیش خدا زاری کرد و گفت کاش اسماعیل را منظور داری. خدا جواب داد در مورد اسماعیل دعایت را شنیدم، او را نیز برکت دادم، نسل او زیاد خواهد شد و من از او قوم بزرگی خواهم ساخت. خدا وعده خود را راجع به اسماعیل عملی کرد و از او قوم عرب را به وجود آورد. خدا همچنان گفت ولی با پسر ساره و نسلهای آینده او پیمان ابدی خواهم بست. پس قرار وعده خدا ساره پسر برای ابراهیم به دنیا آورد و او را اسحاق نامید. وقتی اسحاق بزرگ شد خدا خواست که ایمان ابراهیم را آزمایش کند. پس او را ندا داد ابراهیم. ابراهیم جواب داد لبیک. خدا فرمود یگانه پسرت اسحاق را که بسیار دوست می‌داری با خود گرفته به سرزمین موریا برو.
و بر سر کوهی که به تو نشان خواهم داد چون هدیه سوختنی قربانی کن. پس ابراهیم صبح وقت برخاست و پسر خود اسحاق را گرفته به جایی که خدا فرمود حرکت کرد. بعد از 3 روز آنجا را از دور دید. آنگاه هیزمی را که برای بانی سوختنی آورده بود بر پشت اسحاق گذاشت و خودش آتش و کارد را برداشت و هر دو بر کوه بالا رفتند. اسحاق از ابراهیم پرسید: ای پدر، ما آتش و هیزم داریم، ولی برای قربانی کجاست؟ ابراهیم گفت: پسرم، خدا خودش بره را برای قربانی مهیا خواهد کرد. پس هر دو برای خود ادامه دادند تا به جایی که خدا فرموده بود رسیدند. در آنجا ابراهیم آتش را روشن کرد و روی آن هیزم قرار داد. بعد اسحاق را بسته او را بالای هیزم گذاشت. ابراهیم کارد را برداشت و میخواست پسر خود را ذبح نماید. در آن لحظه فرشته خداوند ابراهیم را صدا کرده گفت: ابراهیم، ابراهیم. او جواب داد: لبیک. خداوند فرمود: به پسرت آسیب نرسان. حالا میدانم که تو از خدا میترسی، زیرا یگانه فرزندت را از من دریغ نکردی. ابراهیم سرش را بلند کرده نگاه کرد و قچی را دید که شاخهایش در بته گیر مانده است. پس رفت و قچ را گرفته آن را به جای پسر خود چون هدیه سوختنی قربانی کرد. ابراهیم میدانست خدا وعده خود را که در مورد اسحاق داده بود عملی میکند و حتی اگر بمیرد او را دوباره زنده خواهد ساخت. خدا به ابراهیم فرمود: تو را به خاطر ایمانت برکت میدهم، نسل تو را مانند ستارگان آسمان بیشمار میسازم و نسل تو موجب برکت تمام اقوام جهان خواهد شد. آنگاه ابراهیم خوشحال شد و دانست قراره که خدا در باغ عدن وعده فرموده بود نجات دهندهی که می آید از نسل او خواهد بود. آزمایش خدا از ابراهیم همچنین نشان می دهد که روز خدای پدر یگانه فرزند خود را به عنوان قربانی برای تمام مردم جهان تقدیم خواهد کرد. اسحاق در ابراهیم ازدواج کرد و صاحب کودکان دوگانه شد و آنها را یعقوب و عیسو نام نهاد. بعدها خدا یعقوب را اسرائیل نامید و او را برگزید تا به وسیله او نقشه خدا در مورد نجات عملی گردد. یعقوب دارای 12 پسر بود. یکی از آنها یوسف نام داشت و برادرانش او را مثل برده فروختند. اما با حمایت خدا سرانجام فرمانروای بزرگ مصر شد. چون یوسف یک شخص با خدا بود، برادران خود را بخشید و از تمام خیشان خود دعوت کرد که به مصر بیایند و از قحطی سختی که در وطنشان رخ داده بود نجات یابند. پس 70 نفر از اولاده ابراهیم و اسحاق و یعقوب که بنی اسرائیل نامیده می شدند به مصر کوچ کردند. همانطوری که خدا فرموده بود بعدها در آنجا برده شدند. پس از مدت تعداد اولاده ابراهیم افزایش یافت و سرزمین مصر را پر کردند. فرعون دیگری که یوسف را نمی شناخت از قوم اسرائیل به وحشت افتاد. او به مردم مصر هشدار داده گفت: از بنی اسرائیل بر حذر باشید، زیرا تعداد این اسرائیلیان بیشتر از ما می باشد. ما باید چاره بسنجیم، زیرا اگر جنگ واقعی شود شاید اینها با دشمنان ما هم دست شوند و علی ما بجنگند. پس مصریان بنی اسرائیل را برده خود ساختند. کارفرمایان ظالم زندگی فرزندان اسرائیل را با کارهای شاقه و ناممکن تلخ ساختند، ولی هر قدر با آنها بدرفتاری می شد تعدادشان افزایش می یافت. سپس فرعون قوم خود را امر کرده گفت: هر پسر اسرائیلی که زاییده شود به دریا اندازید و اگر دختر باشد زنده نگه دارید. یک مادر اسرائیلی پسر نوزاد خود را به مدت 3 ماه پنهان کرد، اما دیگر نمی توانست. پس سبدی را با قیر پوشانیده کودک خود را در آن گذاشت. سپس سبد را در نیزارهای دریا رها کرد. وقتی دختر فرعون به کنار رودخانه آمد، نگاهش در میان نیزار و سبد افتاد و در بین آن کودک گریان را دید. دلش سوخت و گفت: این کودک متعلق به اسرائیلیان است. دختر فرعون کودک را به خانه برد و مانند فرزند خود او را پرورش داد و او را موسی، یعنی از آب گرفته شده، نامید.